از فرط درماندگی. رژیم آخوندی همزمان با جام زهر اتمی در وحشت از قیام و سرنگونی، خود را هر روز بیش از گذشته نیازمند بوق‌های زنجیره‌ای علیه مجاهدین و مقاومت ایران می‌یابد و در این خصوص به طور هیستریک افسار پاره کرده و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. به خبری از ارگان‌ها و رسانه‌های رسمی رژیم در این باره توجه کنید. خبرگزاری سپاه پاسداران و دیدبان اطلاعات منفور آخوندی: نبیل حربو از فهرست العراقیه به رهبری النجیفی مبلغ 500 هزار دلار از مجاهدین به عنوان کمک مالی جهت رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به پارلمان دریافت کرده تا در ازای این مبالغ درخواست ادامه حضور مجاهدین در عراق را جزو شعارهای انتخاباتیش قرار دهد. قیز و کین بی پایان رژیم علیه مقاومت و استمرار زوزه های وحشت از محکومیت نقض حقوق بشر، پاشناشیل دیکتاتوری آخوندی. واکنش های دیوانوار و ترسالود رژیم از محکومیت نقض حقوق بشر و فعالیت های مقاومت در شبکه های مختلف تلویزیون حکومتی به دستور خامنه‌ای همچنان ادامه دارد. خشم سران رژیم از ممنوع کردن ورود ابوطالبی دیپلمات تروریست رژیم به آمریکا، شکست مانورهای آخوند روحانی و بالا گرفتن موضوع نقض حقوق بشر که به گفته رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی پاشناشیل این رژیم وحشی و سرکوبگر است، در این واکنش ها موج می زند. به نمونه دیگری از این زوزه های وحشت و قیز و کین رژیم علیه مقاومت توجه فرمایید. چند وقتی متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر تبدیل به ترجیبند سخنان مقامات غربی شده، اما حمایت پارلمان اروپا از گروهک منافقین و متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر به خوبی میتونه ماهیت ادعاهای حقوق بشر غرب رو روشن کنه. پارلمان اروپا چند روز بعد از قطعنامه ضد ایرانی خود، جلسه ای با حضور سرکرده منافقین مریم رجوی تا به این بهانه پارلمان اروپا مأموریت نخنما شده خود را علیه کشورمان ادامه دهد. متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر، آن هم در حضور کسانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم ایران و عراق آلوده است. هفته گذشته قطعنامه ما درباره رژیم ایران در پارلمان اروپا تصویب شد. اگرچه بسیار ضعیف بود، اما مقامات رژیم از رئیس مجلس گرفته تا امام جمعه به اتحادیه اروپا حمله کرد. معتقدم باید در این باره قوی تر عمل میکرد. قطعنامه صادر میشه، در اون قطعنامه، مفاد اون قطعنامه و در واقع چارچوب اون قطعنامه از سوی گروهک تروریستی منافقین ارائه میشه و نکته جالب توجه اون که برها سرکرده این گروهک در جلسه پارلمان اتحادیه اروپا شرکت میکنه و نکته نظرات خودشون رو القا میکنه. منافقین بر جنایت‌های آنها برای مردم ایران آشنا هستند. بمب‌گذاری و به شهادت رساندن بیش از 17 هزار نفر از مردم عادی کوچه و بازار در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، ترور بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و بلندپایه‌ای کشور، جاسوسی برای دشمنان و وارد کردن اتهامات بی اساس به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و ایفای نقشی فعال در فتنه آمریکایی سال 88، همه اینها جنایاتی است که جهت منافع کشورهای غربی صورت گرفتند و بدون حمایت آنها هرگز امکان وقوع نمی‌یافتند.
اقدامات چند روز اخیر لندن در صدور بیانیه حقوق بشری علیه ایران و از آن مهمتر تحریم‌های جدید بر ضد برخی مسئولین کشورمان، آن هم در شرایطی که از تغییر فضای دیپلماتیک و بهبود روابط دو کشور سخن گفته می‌شود، لزوم توجه به سابقه استعماری و جنایتکارانه انگلیس را خاطر نشان می سازند. همکاری و حمایت هایی که مقامات غربی با قرار دادن گروهک منافقین در لیست گروه های تروریستی، آن هم به شکل صوری و ظاهری، سعی در کتمان آن داشتند. اما چند سال پیش به یک بار آمریکا و برخی از اروپایی ها اعلام می کنند که منافقین را از لیست گروه های تروریستی خود خارج کردند. خروجی که خبر از مأموریت جدید این گروهک تروریستی بر علیه کشورمان می‌داد. خبرگزاری سپاه پاسداران اول اردیبهشت بار دیگر به دیدار رئیس جمهور برگزیده مقاومت از پارلمان اروپا پرداخته و نوشته است: اگرچه این نخستین باری نبود که مریم رجوی به مقر اتحادیه اروپا می‌رفت، اما این جدیدترین اقدام پارلمان اروپا بعد از تصویب قطعنامه علیه نظام بود. بسیاری از اعضای ارشد پارلمان اروپا از گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله آلخو ویدال کوادراس معاون پارلمان و میشل آلیوماری وزیر سابق خارجه و دفاع فرانسه، در این جلسه سخنرانی کردند و استیونسون گفت: من می‌خواهم به آخوندها بگویم ما که با رأی مردم انتخاب شده ایم، خودمان تصمیم میگیریم که چه بگوییم و به چه کسی گوش کنیم و به چه کسی اهمیت ندهیم. و به همین خاطر ما خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را دعوت کرده ایم تا به ما در مورد یک ایران متفاوت بگوید، یک ایران دموکراتیک و آزاد. یک رسانه باند ولی فقیه نیز نوشت: پارلمان اروپا در جدیدترین اقدام خود بعد از تصویب قطعنامه ضد ایرانی با گروهک منافقین در بروکسل نشستی برگزار کرد و در این نشست از مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مقاومت ایران نام برد. آصفری عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجا در این زمینه زوزکشان گفت: معرفی کردن مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور و معرفی مجاهدین به عنوان نماینده برای ملت ایران باعث کینه بیشتر نظام نسبت به پارلمان اروپا می شود و پارلمان اروپا بداند این حرکت هیچ نتیجه به دنبال نخواهد داشت. به طور یقین مجلس در خصوص اقدام پارلمان اروپا موضع‌گیری خواهد کرد. در صورتی به اعضای پارلمان اروپا اجازه حضور در ایران را می دهد که این پارلمان از اقدامات خود عذرخواهی کند. پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز بار دیگر نسبت به موقعیت مقاومت ایران سوز و گداز کرد و گفت: امروز برخی کشورهایی که دایه دفاع از حقوق انسان دارند از مجاهدین حمایت کرده به آنها مکان داده و پشتیبانی سیاسی می کنند. همان افراد در سالهای اخیر به دنبال ماجراجویی در مسئله هسته‌ای بودند.